چشمه شفا قسمت 12. خلیفه قوت به عیادت علابوبانی می رود. مکه بیمار است و خلیفه قوت وی را نزد فاضله می برد و دکتر پسر بزرگ ملک برای محفلی که جهت تهداب گذاری مکتب و کلینیک ترتیب داده شده آمادگی می گیرد. خلیفه جان، تو خوشپذیر سعی یا داری نه؟ آن دکتر صاحب، بی غم باش. خلیفه جان، اینه می بینی که امروز کار تهداب گذاری مکتب و کلینیک شروع می کنم. میمانای مام زیاد هستن، تو دیگه یک نان جانانه برشان پخته کو. دکتر صاحب، توکل به خدا، تا حال خو کسی از پیشم خفه نشده؟ خلیفه جان، کسی خو خفه نشده، مگه من شکمشان یک خدا خبه که داشپزی چکمکشان خوب سعی خفه کدی. پالوان بیادر، خلیفه را آزار نته. این خلیفه جان، پالوان کده تست، کل مواد برات ماندیم، اگه بازم چیزی کار شد پالوان بگو. دکتر صاحب، سعی است، من کوشش خدا میکنم که میمانایت به عزت نشه. خلیفه جان، عزت میمانای خود کمال آشپزیت است. من که میبینم خدا میدان اگه میمانا به عزت رخصت شوه. خلیفه جان، پالوان مزاق میکنه، خفه نشی. دکتر صاحب، عیب که پایم خوب میبود، باز میدیدی که دیگ دیگ چند رقم پلاو پختم میکدم. خلیفه جان، ایره خود راست گفتی، من به چشم خود دیدم که زیرش سوخته، ما بین شلهی و سرش هم خام سر مردم خوراندی. او خلیفه جان، برو پشت کارتان که ما برم شرسته دیگه کارا را بگیرم. بیا دیگه که خلیفه جان بره، تیز 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 بیا که ناوقت میشه. پالوان، اینا میبینی که پایم صحیح کار نمیته، تو برو، ما از ردت میایم. خلیفه جان، ای تو پای دیگه چی به درد میخوره؟ آنه تیار لالای مامده، بگویش که ببورش اوسو پرتش. او بچه پالوان، شیرت خوب سرم چالان است، بسن ما برسی باز نشانت میتم. خلیفه جان، من خو کدت مزاق میکدم، قار نشی، بیا دیگه کمو تو قصه کده استازتا بریم. بیا درا، خداوند شما را اجر بده که در کار تهداب گذاری مکتب و کلینیک سهم گرفتین. و ما بسیار زیاد از هر کدام شما خوش هستم که گپ مرا در زمین ننداختین و تا اینجا خود به زحمت کردین. اگه اجازه شما بزرگان محترم باشه، ما هم یک چند کلمه گپ دارم. مهربانی کو دکتر صاحب. از اینکه این موضوع را چند دفعه یاد کردم، ولی چون یک موضوع بسیار مهم است، تکرارش خالی از فایده نیست. ای که ما چرا اقدام کردیم که مکتب و کلینیک بسازیم، ای کلش از روی ضرورت و مشکلی که قریه ما داشت، ما دست به این کار زدیم. شما میفهمین که بسوادی در قرا و قصبات ما به حوج خود رسیده. تداوی خودسرانه یکان مرد و زن هی قریه بسیاری مریضان ما را به کام مرگ میبره. عامل کل این بدبختی بسوادی ماست. بسوادی ما باعث شده که حقوق خود تال نشناختیم، یاهو را پامال کردیم، از قانون اساسی خبر نداریم که دولت چقدر حقوق ما را به خاطر حاسودگی و حرامی ما درج قانون اساسی کرده. تا ما بتانیم با استفاده از قانون اساسی حقوق خود بشناسیم و از او استفاده کنیم، و ما با فضل خداوند اقدام کردیم و دولت به تقاضای ما لبای گفت و از بودیجه انکشافی خود سمیه یک کلینیک و یک مکتب به ما داد و کار یک پای جنراتور برق هم زیر دست است که بخیر صاحب برق هم شویم. دیگه وقتتان را نمیگیرم و من الله توفیق. با اجازهتان، من هم چند کلمه گپ دارم. من هم بسیار زیاد خوش هستم که به نمایندگی ولسوال صاحب در یک محفل اشتراک کردیم و من هم از همه اولتر از طرف ولسوال صاحب، از طرف تمام کارمندان ولسوالی و از طرف خود کار تهداب گذاری مکتب و کلینیک و همه شما تبریک میگم. موفقیت و کامیابی تان از دربار خداوند میخواهم. خان صاحب، تو هم چیزی میگفتی؟ بعد از عرض سلام، ما هم به نوبه خود از اقدام خوب و نیک مردم ده پایین بسیار خوش هستم و این کار میتونه یک کمک بسیار خوب هم از نگاه تعلیم و تربیه و هم از نگاه صحت با تمام مردم قریه همجوار باشد. دیگه ما با کل شما تبریک میگم، خداوند بچه های ملک صاحبه در عزت داشته باشه و این کار شما ما را هم از خواب غفلت بیدار کرد
تا ما هم کمر همت بسته کنیم و قریه های خود صاحب کلینیک و مکتب بسازیم. بله خداوند کل ما و شما را کامیاب و سرفراز داشته باشه. حال بخیر میریم کار تعداد گذاری مکتب و کلینیک شروع میکنیم. بازنان به خیالم تیار است که البته دکتر صاحب زحمت کشیده و مصرف محفل امروزه را در کمر خود گرفته. خلیفه هرزت بیا خانه. او سمیرا خیرت از چیگه پس که قنه فسک میزنی؟ کاغا خلیفه من خلاقم چیم خانه تن پیش خاله مکه رفته بودیم. سر مکه خاله بازم لامده چیغ میزنه، دست و پاش کرد شده. ایچی غضب خدا سرش اواله شده؟ خود تو برو بچیم، اینا نانه کشیده میایم. کاغا خلیفه حالش زیاد خراب است، زود بیا. او دختر خدای داد، حال این نانه مانده کجا بیایم؟ برو خاله تا بگو که کترش باشه، تنهای لایش نته. پالوان بچه وقتت است که به کمکشان بری. خمچم که خلیفه قوت اجازه میده یا نه؟ خلیفه جان اگه زیاد عاجل باشه که من برم. او بچه دیوانه خو نشدی؟ این نان دادن مردمه که سر و سامان میته. تو کارتکو چند دقیقه بعد من خودم میرم. پالوان بچه ای کارت هم خود نشد. میمان ها رخصت شوه همون طرف ها یک دورک میزنم. مگه هم خوام جره ببینم. نمیفایم که لالایم دیگه چی وقت کده آقایم گب خواد زد. او بچه پالوان چی چرت میزنی؟ بی که تیستیز غوریه رو ببر. او بچه های دیگر هم صدا که که قرمه و سبزی رو تیستیز بچلانه. کی اخ میکنه؟ خلیفه جان ای کار خو میکنم. مگه هم لاش خورم از یادت نره. یک ذره گوشت برش نگاه کنی. این نه حال خوب شد. پالوان جان میگه بزد از جان کندن قصاب در غم چربو. ما در چی غم ماندیم؟ تو غم لاشخوره تا داری. بیگی از میدان وردارش زنگی مواره یکی و خلاص. خلیفه جان ای خد دست پاچه نشو که کار از پیشت خراب نشه. تو خود سگه زنگی تا ناق از دست دادی. مگه من هم امانم که لاشخورم خار زار باشه. مرجانک علا ببانی خو برش قر گفته. خب برو تیز شو بیگی این کاسه و خوری در یک جای در یک پتنوز بان که کارت آسان شود. خلیفه جان علا بته آره پشقاب سوزیرم بته گال میمانای لالایم به حضور نمانه. ناق در وقت اساس کار من خراب نشه. پالوان کار چی؟ او بچه کدام گپ خو از ما پود نکدی؟ ای خلیفه قوت چی خبر شد؟ علا ببانی خو برش نگفته؟ خلیفه جان کدام گپ از تو پود کده؟ پالوان ای که ملک صاحب دختر خانه صاحب دیبالا رو برت میگیره. آه اما تا آوازه خود خانه مام است. گمش کن خوب شد که خبر نداره. اگه گپ از دان خلیفه قوت دا آقایم برسه خرابی خواهد شد. لالایم که برقمش آقایم بفامانه که خونچه دختر سیفور دوست دارم. مگه هم آقایم قبول کنه؟ او بچه پالوان تیز شو چی جل میزنی؟ کار تکو ما دیگه میرم که غم مکایه بخورم. آنه بچه ها را بگو کتت کمک میشه. برو خلیفه جان کار به مبان. او بچه ها تیز شوه بگی نه دو غوری دیگرم ببر که برنج کم نشه. خونچه خوار مکه چطور بود؟ گمش که خوار مثل دیوانا چیغ میزد، دست پایش کج شده بود، آدم از پیشش میترسید. خونچه خوار خلیفه قوت پیش دکتر نبردش؟ پسته خوار خلیفه قوت خو اون دکتر به دکتر میگردانش مگم هیچ فایده نمیکنه. خونچه خوار کدام جن من یا سایه چیز نباشه که دکتری هیچ فایده نمیکنه. پیش ملا یا کدام زیارت ببریشه مگم فایده کنه. مگم گفت که پیش سنوی ملک صاحب فاضله جان میرم یک کم خوب میشم. خونچه خوار مگمی چطور که یکی و یک دم در چیغ زدن شد؟ اینمی جن یا سایه است؟ من که خانهشان رفتم جور تیار بود. امی که گپ علابوبانی و فوتو یاد شد یک دفعه مزاج دختر گشت در چیغ زدن شد. هی دیگه چرا؟ بخیالم که خاله فوتو روی سعی کتش نمی کنه. مکه غیره می گپه می زنه که مرا بزور داده. علابوبانی بیخی پیر است، ساده است، قاریش سرم بد می خوره. خو خدا جورش کنه، دعا برش می کنم. آقایم در خانه گفت که سر مکه بسیار ظلم شده، کت علابوبانی که خوش نیست طلاقش بگیره. علابوبانی؟ علابوبانی مکه یه چقدر دوست داره، او را کی طلاق میده؟ پسته خور از این دیوانگیش کل مردم دی خبر شده. خورک چقدر گب زدیم، خمیر از یادم رفته. خیمه میرم که تندور در بودم. تو خو از خیرت کده امی کوزه و چای جوش از چاد پر کن. این کارت خوب میکنم. خود تیز کده باید خانه برم که آقایم باجی سایبان آن کده غم دی که کاسی خود بخورم.
بوبای ما باز تو سرش آمده بود. خو خوارک دیست که کار خانه ایت نمانه، بوبای ما مونه ناجور است، چیغش نبرایه. اینم عزیزی بچیم، مکتب بخیر جور میشه، تو خوارت باز برین سبق بخوانین که سبق خواندن بسیار فایده داره. آقا تو چی فکر کردی؟ مده مکتب بچه های ملک سبق بخوانم. مزیدی بچیم، او خو مال شخصی بچه های ملک نیست، او مکتب از پول دولت با کمک بچه های ملک و مردم دی جور شده، هر کس میتونه در او مکتب بره و سبق بخوانه بچیم. هر چی که هست، من خوش ندارم که پالوان سرم کلنگک کنه. مزیدی بیدار، پالوان چرا کلنگک کنه؟ تو گدش هیچ کار نداشته باش. نگی نه، با تو گپ نرسیده، سر از حال پشتیشه میکنی، هنوز گپ ده کجاست؟ مزیدی بچیم، خوارت پشتیشه نکده، راست میگه، مکتب جای تعلیم و تربیت، هر کس که در چوکات مکتب داخل شوه، باز اهل ساله میشه و کلنگکای بی جای سر کس نمیکنه بچیم. باندگا آقا، مردم سرم شیرک نکن، ما گفتم که مکتب نمیخوانم، باز در مکتب که پالوان باشه، گزاره ما نمیشه. مزیدی بدر، تو هر وقت که تا آقای غالمغال کده گپ میزنی، اما نادیده موزر از پای میکشی، هنوز مکتب کجا جور شده، باز آقای خو بخوبی ما تو گپ میزننه؟ نگی نه چوب باش، اگه دانت دیگه تو شور بتی، باز ما هم خوشت خواد آمدم. مزیدی بچیم، سر خورت به جای قار نشو خراست میگه. بابا و دختر خوب پشتی یکی دیگه تانه میکنه، هر دوی تان راست میگه، مغز سر ما خوردن، ما دیگه رفتم. او بچه مزجدی، دیر نکنی زود بیایی که نان میخوره. خانسای، این بچه تیج سنت نرفته، از پشت کلکتی آدم گپ میزنه. جانو، پشتش نگرد، این بچه خامو تو راست، اوکتش پف کده رو استم. خو جانو، گپ ازیده که کار آسیا چطور شده؟ خانسای، رای نزن، حال دیگه آرد مردم سنگ سنگچل نیست، فقط سرمه چشم واره از آسیا مبرایه. خو جانو، خوب شد که آسیاوان در آمد، می ترسیدم که ناق دعای بعد مردم مره نگیره. نه خانسای، از این چیزا بیغم باش، حال خواهق دعا دقت شوه که می ترسم صاحب زن نشی و از یک مسجدی لشکر مسجدی ها جور نشه. او بچه جانو، از چی وقت مزاق کردن شروع کردی او جانو مرک؟ خانسر، کارت نبیایه، همی مجردی زیبت نمیته. والا دیسن خو، یک زن نازا بر میل اگه. خوب برو جانو، ماشین گل که زمین غرق او کردی او بچه.